بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، موضوعی که در این جلسه بحث میشه عبارت از طب انتقال خونه، بلد ترانسفیوژن مدیسن. البته ما یک بخشی میخونیم، باز بخشای بعدی انشالله باز به جلسات بعدی میخونیم. در این بحث که هست ما اجزای خون رو میخونیم که خود اجزای خون شامل چی هست و در کدام موارد استفاده میشه. ببینید، قبل از اینکه انتقال خون صورت بگیره باید تست سازگاری یا کراسمش نزد شخص گیرنده و دهنده انجام بشه. به خاطر از اینکه اگر تست کراسمش نزد شخص مشکل نشان بده، او شخص مریض خون گرفته نمیتونه، چون اگر خون بگیره سبب حالت ناگوار میشه و حتی میتونه سبب از بین رفتن مریض بشه، سبب وجود آمدن عوارض جانبی شدیدی میشه. و همین خاطر برای از اینکه ما مطمئن شیم که این خونی که شخص دهنده اهدا میکنه با وقتی که مریض خون میگیره کدام عکس العمل نشون نمیده، ما در محیط بیرون در لابراتوار همون کار را انجام بدیم. یعنی به صورتی که یک مقدار از سروم شخص مریض با یک مقدار از خون شخص دهنده با همدیگه سنتریفیوژ میشه. اگر که لخته ساخت، این خون ناسازگاره و تطبیق نمیشه، و در صورتی که لخته نساخت کدام مشکلی نداره و خون میتونه که تطبیق بشه. این حالت به نام کراسمچ میگن و خیلی تست مفید و مناسبیه. دیگه ای که شما بحث گروپ های خونی ما به او کار نداریم، چون به فیزیولوژی شما با آشنا هستین، با وجود آرایش که هست شما بفهمید که مثلا در خانم ها که هست در سن باروری اگر آرایش منفی باشن، محصولات خون آرایش مثبت به اونا نباید تزریق بشه، و اگر که تزریق بشه میتونه که باز عکس العمل ایجاد بشه، حتی میتونه سبب اریتروبلاستوزیس جنینی بشه نزد طفل. این نکاتیه که باید در هنگام تطبیق خون مد نظر باشه. خب یک تعداد شرایطی باید شخصی که خون میده داشته باشه. یکی که ظاهرا سالم باشه، هرچند قبل از اینکه خون شخص دهنده بخوان به مریض تطبیق کنن از نظر موجودیت حادثات ویروسی چک میشه، هیپاتیت نباشه، HIV نباشه، و شخص هم باید ظاهرا هم سالم باشه. دیگه سن اهدا کننده های خون باید بین 18 تا 65 سال باشه. اگر که ما شخص سن کمتر از 17 سال بود میتونه با رضایت والدین، و اگر که سن شخص بلندتر از 65 سال بود با مشوره دکتر میتونه که خون را اهدا کنه. دیگه اهدا کننده های خون عمومی نباید که بیشتر از 2.5 میلی لیتر فی کیلوگرم خون بدن، و حرارت بدن نباید بیشتر از 37.5 باشه. نبض باید منظم بین 50 تا 100 ضربه در هر دقیقه باشه. کدام بی‌نظمی نبض نداشته باشه که اریتمی باشه. دیگه فشار خون از 180 بر 100 بلند نباشه. هموگلوبین کسی که خون میده باید بیشتر از 12.5 گرام فی دسیلیتر باشه. هماتوکریت بیشتر از 38% باشه. و دیگه هیچ مدرکی بر مسمومیت الکل هم وجود نداشته باشه. اینا اجزای خونه که میبینیم که هر کدام از اینا نظر به مو شرایط و استطباباتی که داره تطبیق میشه. شاید شما بپرسین که اجزای خون شامل چی میشه؟ یکی خب اجزای حجروی خونه، دیگه اجزای پلازمای و مشتقات پلازمای. اجزای حجروی خب میفهمید شامل RBC رد سلز، شامل پلاتلت های، شامل گرانولوسیت ها و جنات سفید خونه. دیگه اجزای پلازما شامل فرش فروزن پلازما یا FFP میگن، کرایو پرسیپیتیت، کرایو پور پلازما، استورد پلازما و خود مشتقات پلازما که اینا میتونه استفاده بشه. شما به بازار میبینید که بازار دوایی که اینا به صورت جداگانه وجود داره، مثلا البومین، فقط البومین به صورت جداگانه مثلا وجود داره، یا ایمونوگلوبولین که به صورت جداگانه وجود داره، یا فاکتورهای نقدی مثلا فاکتور 8 که اینا همه مشتقات پلازما هست. پس این باید شما با اینا آشنا باشید که تمام اجزای خونه باید بشناسید. خب محصولات خونی که برای انتقال در نظر گرفته میشه، یک خب خون کامله. در ابتدا خون کامله.
خون کامل داخل بسته های که 450 سیسی خون در اونجا میشه و در داخل از اون بسته ها مواد ضد انقدی وجود داره، به خاطر از اینکه خون در داخل از او پاکت یا اون بسته لخته نسازد. قسمت اعظم خون هم که اهدا میشه به این اجزا تبدیل میشه، یکی کرویات سرخ متراکم که بنا پکت آر بی سی هم میگن، دیگه صفحات دمویه یا پلاتلت ها، پلازمای تازه منجمد یا فرش فروزن پلازما، پلازمای غنی از صفحات دمویه، اینا اجزای خونه که از می خونه کامل به دست میه. کرای پرسیپیتیت که از ذوب کردن تدریجی فرش فروزن پلازما به دست می آید، پروتین های پلازمایی و به وسیله سنترفیوژ جدا میشه. دیگه یک تکنولوژی هست، تکنولوژی آفریز است که باز به سلاید بعدی تصویر هم آورده شده که ای برای جمع‌آوری صفحات دموی از یک دنده استفاده میشه. صفحات دموی آفریز شده که هست حاوی مقدار صفحات دموی که 6 برابر صفحات دموی که از یک شخص راندوم دونر به دست میه. و این صفحات دموی آفریز شده خوبی دیگه که داره لوکوسیت های آلوده کننده کمتر هم داره، پلازما را میتونه که از این طریق جمع‌آوری کنه. مشتقات پلازما که به سلاید پیشتر هم گفتیم مثل آلبومین، ایمونوگلوبولین داخل وریدی، انتی ترومبین سی، فاکتور نقدی تقلید شده، اینا از پلازمای ذخیره شده چندین دنده تهیه میشه و عوامل انتنی که باز در او پلازما هست اونا چی میشه؟ نابود میشه. ببینیم در این تصویر مثلا در ابتدا خون کامل گرفته شده، بعد از او سنتریفیوژ میشه، قسمت حجرات خون از پلازما جدا میشه، پلازما میبینیم که غنی از صفحات دمویه، باز این پلازمایی که غنی از صفحات دمویه باز این جدا میشه، مجددا سنترفیوژ میشه، پلاتلتی رو جدا میشه، پلازمایو جدا میشه. اینه که در تصویر آخری که شما میبینید، پس در یک پاکت خون سرخ متراکم وجود داره، در یک صفحات دموی وجود داره، در یک هم پلازمای تازه منجمد شده وجود داره. این میشه اجزای خون که به این طریق به دست میه. و آفریز هم حالتیه که از یک ورید خون میگیرن، خون از این قسمت گرفته میشه، بعد از او اما حجرات خون جدا میشه، مثلا اگر هر حجرات که لازمه جدا میشه، مجددا قسمت متبقی چی میشه؟ به داخل خود ورید دیگه تطبیق میشه. این پروسه آفرز است. خب حالا اجزای خونه که فهمیدیم، یک خود خونه کامله، بعضی مریضا لازمه که خونه کامل بگیرن، دیگه خود مثلا فرش فروزن پلازما بود، صفحات دمویه بود و پکت آر بی سی بود، اینا رو میخونیم که هر کدام از اینا چی خصوصیاتی دارن و اصلا چرا خون ایتا جدا میشه به این اجزا. خون کامل تازه که هست این ظرفیت حمل اکسیژن بالایی داره و دیگه خاصیت چی داره؟ افزایش حجم عروقی داره. مریضایی که خونریزی شدید حاد پیدا میکنن و هر دلیلی که مثلا مریض دچار خونریزی میشه، ضرورت به چی داره؟ خون کامل داره، هم به خاطر از اینکه جبران کمخونی رو بشه و هم به خاطر از اینکه حجم عروقی رو دوباره تامین. مثلا اگه مریض 2 لیتر خون از دست داده، خب بعد 2 لیتر خون دوباره چی بشه؟ جایگزین بشه. اینه که خون کامل در واقعاتی که خونریزی شدید حاد داره استفاده میشه. برتری که داره خون کامل اینه که هم WBC داره، RBC داره، پلازما داره، صفحات دمویه داره و خون کامل تمام همی اجزار داره. اما یک تعداد مریضا لازمه که باز کرویات سرخ متراکم به اونا داده بشه، یعنی پلازما ضرورت نداره، کرویات سرخ، یعنی حجم خون کم نیه، فقط مریض کم خونه. مثلا مریضایی که بستری میشن برای جراحی های مثلا کاردیوتوراسیک، شکست ترمیم کسر ران، خونریزی جهاز هضمی یا سرطان های خون که تحت شیموتراپی هن، این مریضا ما شما میفهمید که هموگلوبین از اینا باید بین 7 تا 8 گرم فی دسیلیتر حفظ بشه. این مریضا هموگلوبین اینا کمتر از 7 نباید باشه. خب میشه که از این کرویات سرخ متراکم نزد از این مریضا استفاده شه. یک نکته یاد شما باشه که در مریضای قلبی، مریضایی که سن اینا بلنده،
اینا باز باید سطح هموگلوبین اینا بلندتر حفظ شه، یعنی باید 10 گرم فی دسیلیتر حفظ بشه. خب به خاطر از این که از برخی واکنش های نامطلوب جلوگیری بشه، لوکوسیت ها قبل از ذخیره سازی خون باید کاهش پیدا بشه. هرچه که تعداد لوکوسیت کمتر بشه، همون واکنش های نامطلوب مثل تب و انتانات و الومیمانیزیشن چکار میشه؟ کمتر میشه. چون ما ضرورت به کرویات سرخ داریم که برای مریض کار کنه، اینجا دیگه باید دیگه اجزا کمتر میشه. پلازما میتونه که سبب ایجاد واکنش های الرژیک بشه، میشه که از طریق شستشو او رم از این اجزای خون جدا کرد. هر یونیت پکت آر بی سی از نظر حجم خصوصی 100 سی سی که 200 سی سی آر بی سی، و خوبی که داره اینه که یک واحد همین پکت آر بی سی هموگلوبین 1 گرم فی دسیلیتر و هموتوکریتر 3 تا 4% بلنده. یک نکته که خدمت شما عرض کنم اینه که در بعضی جاها دیگه مثلا مریضایی که عدم کفایت قلبی دارن، مریضایی که مثلا اوزیما دارن، مریضایی که یا اوزیمای قلبی دارن، اوزیمای که قلبی اوزیمای ریوی همو پلمونر اودما که به علت قلبی ایجاد شده، مریضایی که در مجموع ازدیاد حجم تحمل کرده نمیتونن، در اون مریضا ما این پکت آر بی سی میدیم. چرا؟ چون اون پلازما دیگه برای اون مریض لازم نیه و فقط کرویات سرخ متراکم رو میدیم، به خاطر از اینکه هدف ما اینه که کمخونی مریض رو جبران کنیم. کرویات سرخ متراکم منجمه این مستعجل که هست برای 10 سال بتونه که مثلا نگهداری بشه. برای انتقال خون اوتولوگ شخص خون خود خون اهدا میکنه، یعنی به بانک خون میگذاره، میتونه که مثلا برای چند ماه بعد چند سال بعد چکار کنه؟ از این استفاده کنه. خوبی که این داره از واکنش های لوکو اگلوتینین و انافیلکتیک شاک و اینا همه دیگه جلوگیری میشه، به خاطر که این مستعجل نه پروتینی داره، نه دبلیو بی سی داره، نه هم پلازمای داره و از خود شخص هم هست. اما فرش فروزن پلازما که شما این جزء خون زیاد به کار میبره نزد مریضا، پلازمای تازه منجمد، ای چی قسم به دست میایه، چی موارد استعمال داره. استفاده از این که هست، در ابتدا بگیم که طریقه به دست آوردن از این خیلی راحته. خون کامل سنتریفیوژ میشه و پلازما به دست میایه و محض این که پلازما جدا شد فورا منجمد میشه. به همین خاطر به این خون میگن، به این جزء خون میگن فرش فروزن پلازما، پلازمای تازه منجمد، چون به محض اینکه این پلازما جدا میشه منجمد میشه و در حرارت 38 درجه سانتیگراد برای 1 سال ذخیره شده میتونه. هر یونیت فرش فروزن پلازما در حدود 200 سیه. این تصویر هم که میبینیم روش جداسازی پلازما را از خون نشون میده که توسط سنترفیوژ خون کامل داخل تیوب ها انداخته میشه و توسط دستگاه سنتریفیوژ میشه. بعد از چند دقیقه پلازما از دیگه قسمت های خون جدا میشه. فرش فروزن پلازما یک محصول خونیه که فاقد اجرات خونیه، چون جدا میشه دیگه از اینا. اما خوبی که داره تمام فاکتورهای انقدی اساسی و پروتین های پلازمایی مثل فیبرینوجن، انتی ترومبی، البومین، همچنین پروتین سی و ایسر داره. این خوبی پلازمای تازه منجمده. به نزد کدام اشخاص تطبیق میشه؟ یکی برای اصلاح اختلالات انقدی به علت امراض کبدی، مثلا در مریضای کبدی که کم خون نیان فقط مشکلات انقدی دارن و برای این آی فرش فروز پلازما تطبیق میشه. در نزد مریضای دیایسی که درس قبلی هم خوندی که فاکتورهای انقدی به مصرف میرسید، به نزد اون مریضا کار میشه. برای برطرف کردن سری تاثیرات وارفارین، چون وارفارین میفهمید اگر که مثلا سبب خونریزی بشه باز باید توسط همین فاکتورهای نقدی جلوی گرفته شه، جلوی خونریزی. و دیگه برای برطرف کردن کمبود پروتین های پلازمایی برای تداوی ترومبوتیک ترومبوسایتوپنیک پورپورا استفاده میشه. فرش فروزن پلازما انتانات داخل عجروی مثل سایتومگالوویروس را انتقال نمیده. مریضایی که کمبود آی جی ای دارن و باز به پلازما احتیاج میکنن پیدا میکنن، اینا باز باید پلازمای تازه منجمد دریافت کنن. خب کرایو پرسیپیتات یک بخش دیگه، یک جزء خونیه.
این چی هست؟ کرایو پرسیپیتا بخشی از پلازمایه که با فاکتور 8 فیبرینوجن و ون ویلبنون فاکتور غنی سازی شد. پس کرایو پرسیپیتایت بخشی از پلازمایه که با فاکتور 8 فیبرینوجن و ون ویلبنون فاکتور غنی سازی شد. کرایو پرسیپیتایت به چی خاطر استفاده میشه؟ در مریضایی که به صورت ولادی کمبود فیبرینوجن دارن یا مریضایی که دیایسی حاد پیدا میکنن، نزد از اونا کرایو پرسیپیتاید استفاده میشه. یک یونیتی و سوی فیبرینوجن در حدود 8 میلی گرام فی دسیلیتر افزایش میده. اگر وقت فاکتور 8 تقلیص شده در دسترس نباشه، میتونه که ما به عوض از کرایو پرسیپیتاید استفاده کنیم. هر واحد از این 15 تا 20 سی سی 250 میلی گرام فیبرینوجن داره، 80 یونیت فاکتور 8 داره، 100 یونیت هم ون ویلبنون فاکتور داره. ون ویلبنون فاکتور شما میفهمید که برای چی در پتولوژی خونده که موارد استعمال ون ویلبنون فاکتور چی است. دیگه میشه که از کرایو پرسیپیتاید به عنوان منبع ون ویلبنون فاکتور هم استفاده بشه. فاکتورهای دیگه هم هست که او فاکتور هم تقلیص شده، مثلا فاکتور 8 و 9 که در مریضای هموفیلی او بی میشه از اونها استفاده کرد. این تصویری که میبینید کرایو پرسیپیتایت که گفتیم پلازمای غنی از فاکتور 8 و فیبرینوجن و ون ویلبنون فاکتوره. برای مریضایی که به صورت ولادی کمبود همین فاکتورها دارن، برای از اونها تطبیق میشه. و دیگه جزء خونی کرویات سرخیه که لوکوسیت کم داشته باشه. به چی خاطر لوکوسیت کم میکنه؟ در کدام مدت؟ یکی که این مستظهر خوبی که داره واکنش لوکو اگلوتینیشن و الو ایمونایزیشن کم میکنه. دیگه این مسئول خونی باید نحوی تغییر داده شه که تعداد لوکوسیت ها کمتر از 5 در 10 به 6 بشه. برای کدام مریضا خوبه؟ برای مریضایی که مکررن خون میگیرن لازمه که مریض مثلا مکررن برای چندین ماه چندین سال همیشه خون بگیره. و دیگه برای جلوگیری از پاسخهای ایمونولوژیک نامطلوب، مثلا افرادی که لوکیمی دارن، کسایی که پیوند مخ عظم میشن، مریضای اپلاستیک انمیا، اینا کسایی که مکررن به خون ضرورت دارن. و این خون اگر که لوکوسیت کمتر داشته باشه بهتره دیگه، چون دیگه خطر ویروس و ایچ آی وی و سایتومگالو وایرس و اینا دیگه نزد او وجود نداره و عکس العمل ایمونولوژیک هم کمتره دیگه. این خون که هست دکتر صاحبای محترم نزد کسایی که پیوند میشن یا چاموش خیلی خوبه. چرا؟ چون هر چی که تعداد لوکوسیت ها کمتر باشه گفتیم که عکس العمل کمتر میشه. و همین خاطر کسایی که کاندید برای پیوند مخ عظم، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند قلب، پیوند ریه، در مجموع برای پیوندن، این خیلی خوبه، چون که این مریضا از نظر سیستم معافیتی خیلی ضعیفن و خونی که ما میدیم اگر که کرویات سرخ باشه که لوکوسیتی کم باشه بهترتر. به این تصویر هم میبینیم که این لوکو ریدیوس رید بلند سلزه که پلازما و 70 تا 80 فیصد کرویات سفید و چیه کشیده شده و کرویات سرخ شسته شده واش رد بلسنس. هدف عملی از اینه که دیگه همو پلازما کم دیگه هم که مده همو هم چی بشه شستشو بشه. این شستشو که از میزان کرویات سفید خون و صفحات دمویه بازم کم میکنه. برای کسایی که واکنش های مکرر الرژیک دارن یا کسایی که خون نزد اینا کار میشه تب شدید پیدا میکنن یا آنافیلاکسی در ما برابر خون کامل پیدا میکنن توصیه میشه. اینا دیگه برای کسایی که مکررن خون میگیرن و این اتمامات بعد نزد اینا گرفته میشه. دیگه میتونه واکنش های تب دارن هم با شستشو همه کرویات سرخ کاهش بدیم نزد مریضا و کرویات سرخ شسته شده باید در 24 ساعت بعد شسته شدن استفاده بشه به خاطر که خطر منتن شدن. اوتولوگ پکت آر بی سی چیه؟ ای که به پیشتر ما گفتیم که تزریق خون اوتولوگ اینه که یک مریض خون میده که برای از او خون خودی رو ذخیره کنن برای که بعدن همو خون خود خور استفاده کنن، که این واحد خون میتونه که خون کامل باشه یا کرویات سرخ متراکم باشه. مثلا مریضی مای جراحی انتخابی یا سلکتیو بشه برای چند روز بعد، 35 روز بعد میتونه که خون
فعلا بده به بانک خون ذخیره میشه، در موقع عملیات جراحی باز از اون خون استفاده میشه. تشکر از شما، موفق باشید.